خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در خبری اختصاصی از راه اندازی یک حزب تازه در ایالات متحده به نام حزب به پیش خبر داده. حزبی که متشکل است از اعضای سابق دو حزب دموکرات و جمهوری خواه و ریاستش هم بر عهده دو تن هست. یکی از حزب دموکرات آقای اندرو یانگ که پیشتر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات بود و دیگری آقای ویتمن که فرماندار جمهوری خواه ایالت نیوجرسی بوده. پیشتر آقای یانگ در گفتگو با رویترز میگه که این حزب با یک پشتوانه 5 میلیون دلاری کار خود را آغاز خواهد کرد. به لحاظ مالی پشتوانه قوی خواهد داشت. تصمیم دارند تا انتهای سال 2023 در 30 ایالت آمریکا خودشون را ثبت رسمی بکنند، صندوق رأی بتونن بگیرند و تا انتهای سال 2024 هم در سرتاسر آمریکا در 50 ایالت آمریکا بتونن صندوق رأی بگیرند. سال 2024 سال سرنوشت سازی از انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. اما خبر راه اندازی حزب به پیش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری داشته. بسیاری که دموکرات هستند معتقدند که این اتفاق و معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بازی دموکرات‌ها رو برهم خواهد زد، باعث خواهد شد که آراء نامزد حزب دموکرات ریزش پیدا بکنه و این مسئله به نفع حزب جمهوری خواه تمام خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند که اگرچه صحبت از این میشه که آمریکا نیاز به یک حزب تازه جدا از دو قطبی جمهوری خواه و دموکرات داره، اما در عمل اقبال چندانی مردم نشان نخواهند داد به این حزب تازه. با این همه بنیانگذاران این حزب به یک نظرسنجی از سوی مؤسسه گالوب ارجاع میدن، نظرسنجی که اعلام میکنه که در آمریکا دو سوم مردم خواهان داشتن یک حزب دیگر بجز حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند. سمیرا قرایی، واشنگتن.